به نام خداوند جان و خرد، با درود فراوان پاس می داریم پایان سرایش شاهنامه فردوسی رو. فرزانه طوس در پایان شاهنامه در دو بیت می فرماید که در سال 400 هجری 25 اسفند ماه داستان یزدگرد سر آمد. از لحاظ تقویم زمانی شاهنامه در پایان سال و در آستانه بهار پایان پذیره و با روی کردی نمادین شاهنامه پس از یک زمستان 400 ساله، پس از دو قرن سکوت و دو قرن ستیز و سازش، بهاری میشه برای رستاخیز زبان فارسی و هویت و فرهنگ ایرانی. شاهنامه با نامه آخرین پهلوان و آخرین پادشاه ساسانی پایان میپذیره و در پیکره یک نامه پیکرگردانی دیو و اهریمن به عنوان آخرین پیام فردوسی پدیدار میشه. گویا فردوسی در پایان شاهنامه سروشی میشه که میخواد آخرین چهره دیو رو برای ایران و ایرانیان فاش و آشکار کنه. اینکه فقط دیوها ساکنان و بومیان فلات ایران نیستند. فقط پدیده‌های طبیعی ویرانگر مانند طوفان، خشکسالی و سیل نیستند. دیوها کسانی میتونن باشند که به گونه‌های مختلف از قدرت خودشون سوء استفاده میکنند. در نامه یزدگرد ساسانی در پایان شاهنامه عرب‌ها و عرب معابانی که بر تخت فرمانروایی ایران می‌نشینند این گونه معرفی می‌شوند: از این مارخوار اهل منچهرگان، ز دانایی و شهر بی بهرگان، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. و رستم فرخزاد ویژگی این فرمانروایان ستمگر رو، تازیان رو اینگونه برمی شماره. از ویژگی های دیوها و اهریمنان زیانکاری و آسیب رسانی و ویرانگریست. رستم چنین می نویسه: زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. رباید همی این از آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. دیگر ویژگی اهریمنی و ویژگی دیو فریبکاری و دورویی هست. بود زاهد و دانش و معنام، بکوشند از این تا که آید بدان. نهانشان بتر زاشکارا شود، دل شاهشان سنگ خارا شود. دیگر ویژگی اهریمن مخالفت با شادی و ابزار شادی آفرینی است. گسترش و رواج سوگواری، غم و شیون و گریه و زاری هست. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور. نه جشن، نه رامش، نه بخشش، نه کام، همه چاره ورزش و سازدان. در ایران باستان شادی آن اندازه اهمیت داشته که کارکردی اهورایی به شما می آمد. و در کتیبه داریوش می‌فرماید: خدایی که آسمان را آفرید، زمین را آفرید، مردم را آفرید و شادی برای مردم آفرید. و یکی از مهمترین کارکردها و خیشگاری‌های فرمانروایان نژاده آفرینش شادی برای مردمش بود. دیگر ویژگی اهریمنی که در نامه رستم فرخزاد برای فرمانروایان ستمگر شمرده میشه، دروغگویی و ریاکاری و پیمان شکنی است. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کشی و کاستی. و دیگر ویژگی های اهریمنی: با اینها باکی نیست اگر دیوها از روزگاران دیرین و از اسطوره ها به زندگی امروز راه یابند، چرا که فرزانه طوس خردمند خراسان فردوسی بزرگ در شاهنامه سروشی هست که نوید و مژده پیروزی اهورایی ها بر اهریمنی ها رو میده. مژده پیروزی پاکی بر پلیدی.
در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است. پیش آن و گوش دل به پیام سروش کن. سپاسگزارم.